حالا که ما مفاهیم پایه‌ای شبکه آشنا شدیم و لاین نتورک رو شناختیم، همونطوری گفتیم آدرس هایی که توی لاین نتورک استفاده میکنیم آدرس های آی پی هست. توی این بخش میخوایم در مورد آی پی ادرسینگ و ساب نتینگ با هم صحبت کنیم. کاری که میکنیم، سرفصل هایی که مرور خواهیم کرد با هم، ابتدا در مورد خود آی پی ادرس معرفی خواهیم داشت که اصلا آی پی های ورژن 4 چه آدرس هایی هستن، بعد بخش نتورک و بخش هاست رو میشناسیم تو هر آدرس، با کلاس های آدرس آی پی آشنا میشیم، تبدیل دسیمال به باینری رو در مورد اعداد یاد میگیریم، در مورد دو آدرس آی پی خاص به اسم نتورک آی دی و برودکست ادرس با هم صحبت میکنیم، مفهومی به اسم سابنت ماسک رو میشناسیم، در مورد آدرس های پابلیک، پرایوت و آدرس های اسپشیال صحبت میکنیم، ساب نتینگ رو با هم یاد میگیریم و مفهومی به اسم سوپر نتینگ رو خواهیم دید. خب اول بریم سراغ آدرس آی پی. میگیم آی پی آدرس به عنوان شناسه تو شبکه ها استفاده میشه. دقت بکنید، این آدرس ها هم میتونن نشانگر یک نود شبکه باشن یا میتونن نشانگر یک آدرس شبکه باشن. توی تعریف دیگه میگیم آی پی آدرس آدرس لاجیکال لایه نتورک تو مدل OSI. زمانی که آدرس های آی پی رو به صورت دسیمال می‌نویسیم، 4 تا عددن که هر کدومشون از 0 تا 255 میتونن مقدار بگیرن و با نقطه از هم جدا میشن. مثلا 192.168.0.1 نمایانگر یا آدرس آی پی. همین رو وقتی به صورت باینری نگاه میکنیم میگیم ساختار آدرس آی پی ها 32 بیتیه، یعنی 4 بایتیه که هر 8 بیت یا هر 1 بایت با نقطه از بقیه جدا میشه. به عنوان مثال این چیزی که این پایین میبینید یا آدرس آی پی میتونه باشه. ابتدا من بیام یه معرفی بذارم از بخش نتورک و بخش هاست. خب یک فرض قائل میشم. فرض بکنید تمام کسایی که اسامی فامیلی یکسان دارن عضو یه خانوادن. خب با این حساب شما الان تو این شکل چه چیزی نظرتون رو جلب میکنه؟ اونطور که میبینیم اگه من بیام این دوتا رو از هم جدا بکنم و قسمت اسم فامیلشون رو مقایسه بکنم با هم دیگه، به این نتیجه میرسم که من اینجا 3 تا خانواده دارم، یعنی خانواده ابراهیمی، خانواده علی شاهی و خانواده میرزایی. چطوری تونستم این کار رو بکنم؟ اومدم قسمت فامیلی رو از قسمت اسم جدا کردم، قسمت فامیلی رو مقایسه کردم. همین اتفاق دقیقا ما میخواییم توی بحث آی پی ادرس هم ببینیمش. یعنی میگیم تو هر آی پی ادرسی از دو بخش تشکیل شده، یه بخش نتورک و یه بخش هاست. مثلا وقتی من میگم 192.168.25.42 به صورتی که 192.168 قسمت نتورک باشه و 2542 قسمت هاست باشه، یعنی تمام آدرس هایی که اون اولش 192.168 اینا عضو یه خانواده یا یک شبکه اند. یا یک مثال دیگه، وقتی میگم 132.48.32 یا آدرس آی پیه که 132.48 عضو قسمت نتورکشه، یعنی تمام آدرس هایی که 132.48 ابتداشون هست این عضو یه خانواده. یا یک مثال دیگه، 212.115.2.17 اگه طوری بگم که قسمت نتورک 212 باشه، یعنی تمام آدرس هایی که با 212 شروع میشن عضو اون شبکه یا اون خانواده. ما به هر قسمتی از این آدرس ها یه اوکتت میگیم و نکته که مشخصه میبینیم که دقیقا قسمت هاست داره اعضای اون خانواده یا اون شبکه رو مشخص میکنه. پس همین قبل از اینکه اصلا وارد مباحث آی پی بشیم معلومه که من هر چقدر دارم اون قسمت هاستم رو بزرگتر میکنم، تعداد آدرس های آی پیم تو هر شبکه داره افزایش پیدا میکنه و برعکس. این چیزی که با هم دیگه صحبت کردیم، من خیلی دل بخواهی گفتم فرض بکنید این قسمت قسمت نتورکه و این قسمت قسمت هاسته.
کاری که کردن گفتن بیایم یه کاری بکنیم که وقتی ما آدرس آی پی رو نگاه میکنیم بتونیم بفهمیم کدوم قسمتش قسمت نتورکه و کدوم قسمت قسمت هاسته. برای همین اومدن چیکار کردن؟ اومدن کلاس های مختلفی برای آدرس آی پی در نظر گرفتن. ابتدا کلاس A رو با هم میبینیم. به این صورت گفتن که اگه آدرس آی پی شما دیدید که قسمت نتورکش از 1 تا 126 بود، یعنی اکتت اولش از 1 تا 126 بود، همون اکتت تو قسمت نتورک قرار میگیره، سه اکتت دیگه تو قسمت هاست. کلاس B میگه اگه آدرس های شما اکتت اولشون از 128 تا 191 باشه، دو اکتت رو برای قسمت نتورک میذاریم و دو اکتت رو برای هاست. و توی کلاس C اگه آدرس ها از 192 تا 223 باشه، سه اکتت رو برای نتورک و از اون طرف یه اکتت رو برای هاست در نظر میگیریم. یک مثال میخواییم ببینیم آیا آدرس های 220.34.C.42 و 220.34.32.48 تو یک شبکه هستن یا نیستن. اولین کاری که میکنیم باید مشخص کنیم که کلاس این آدرس ها چیه. خب همونطور که میدونید این کلاسشون کلاس C حساب میشه. چون کلاس C حساب میشه، من میدونم سه تا اکتت میره برای نتورک، یه اکتت برای هاست. حالا من میام قسمت نتورک رو با هم دیگه مقایسه میکنم و میبینم چون قسمت نتورکشون با هم یکسان نیست، پس این دو تا آدرس توی یک شبکه نیستند. خب ما برای اینکه با آدرس های IP کار بکنیم نیاز داریم که بتونیم اعداد رو از دسیمال به باینری و برعکس تبدیل کنیم. روش این کار ساده است. من میام تمامی این بیت ها رو، چون میدونیم هر اکتت 8 بیته، من برای هر کدوم از اینا مقدار عددی میذارم. بیت 1 2 4 8 16 32 64 128. برای اینکه یادمون نره میدونیم که این رو من در واقع از 0 1 2 3 4 5 6 7 عدد گذاشتم و 2 رو به توان هر کدوم از اینا رسوندم و حاصل شده این عددی که اینجا میبینید. حالا هر کدوم از این بیت ها یا میتونن 0 باشن یا میتونن 1 باشن. به عنوان مثال من اگه بخوام بیام عدد 2 رو به باینری نشون بدم، کافی بیام بیت مربوط به 2 رو 1 کنم و سایر بیت ها رو 0 کنم. یا اگه میخوام عدد 5 رو نشون بدم، کافیه 4 و 1 رو ست کنم، مابقی رو صفر کنم و به همین ترتیب. به عبارتی وقتی میگم عدد 249 را به باینری تبدیل کنید، اولین کاری که میکنیم اینه که میخواییم ببینیم آیا مقدار عددی 128 داخل 249 وجود داره یا نه. چون اینا از هم میتونن کم بشن، پس من بیت مربوط به 128 رو 1 میکنم. حالا باقی مانده رو مجدد از مقدار بیت دوم، یعنی 64 کم میکنم. چون این عمل هم انجام شدنیه، پس بیت مربوط به 64 رو هم 1 میکنم. حالا میام 57 رو از 32 کم میکنم. مجدد چون میتونم این کار رو انجام بدم، بیت مربوط به 32 رو هم 1 میکنم. از 16 باقی مانده رو کسر میکنم، پس بیت مربوط به 16 رو هم 1 میکنم. 9 رو از 8 میتونیم کم بکنیم، پس مقدار 8 هم داخل بیت مربوطه وجود داره، اون رو هم بیت 8 رو هم 1 میکنم. حالا زمانی که میخوام 1 رو از 4 کم بکنم نمیتونم، پس 4 چون وجود نداره داخل عدد من، بیت مربوط به 4 رو 0 میکنیم. 1 رو سعی میکنیم از 2 کم بکنیم، همچنان نمیتونیم، پس بیت مربوط به 2 رو هم 0 میکنیم. 1 رو از 1 میخوام کم بکنم، چون کم میشه بیت مربوط بهش رو 1 میکنم. پس به عبارتی میگیم عدد دسیمال 249 به صورت باینری به این صورت نوشته میشه. عدد 63 رو میخوایم به باینری تبدیل کنیم. همونطور که گفتیم این ساختار رو برای خودمون میشیدیم. 63 از 128 کم نمیشه، از 64 کم نمیشه، از 32 کم میشه، 31 رو میتونم از 16 کم بکنم، 15 رو میتونم از 8 کم بکنم، 7 رو از 4، 3 رو از 2 و 1 رو از 1.
به عبارتی میخوام بگم که عدد دسیمال 63 وقتی به باینری تبدیل میشه مقدارش این میشه. 255 رو به باینری تبدیل کنیم، 255 128 کم میشه، 127 از 64، 63 از 32 و به همین ترتیب میبینیم که عدد دسیمال 255 به باینری میشه. برای همینه که میگیم هر اکتت از 0 تا 255 میتونه تغییر کنه. برای اینکه اگه من تمام 8 بیت رو 0 کنم عدد من 0 میشه و اگه تمام 8 بیت رو 1 کنم عدد من 255 میشه. خب همونطور که تو تعریف ابتدا گفتم، بهتون گفتم که آدرس آی پی میتونه نمایانگر یه نود تو شبکه باشه یا یه آدرس شبکه باشه. به عبارتی میخوام بگم دو تا آدرس هستن تو یک خانواده از شبکه، تو یک شبکه مجموعه سری آدرس آی پی که یک شبکه رو تشکیل میدن، دو تا آدرس هستن که آدرس های خاصی حساب میشن. یکی از اون آدرس ها اسمش نتورک آی دیه. نتورک آی دی اون آدرسی که بیانگر اون شبکه است، معرف اون شبکه است. و دیگرین آدرس بعدی آدرس برادکست ادرسه. آدرس برادکست نشونگر همه نودهای اون شبکه است. یعنی من وقتی میخوام یه پیغامی رو برادکست بکنم به آدرس برادکست اون شبکه ارسال میکنم. خب برای اینکه من بیام آدرس نت آی دی رو به دست بیارم، فرض کن یه آدرس آی پی دارم که تقسیم میشه به دو قسمت، نتورک و هاست. من برای اینکه نت آی دی رو به دست بیارم قسمت نتورک اون آدرس رو دست نمیزنم، ولی تمام بیت های مربوط به قسمت هاست رو صفر میکنم. برای اینکه بیام آدرس برادکست یک شبکه رو به دست بیارم مجدد به قسمت نتورک دست نمیزنم، ولی تمام بیت های قسمت هاست رو یک میکنم. الان به عنوان مثال میخوایم نت آی دی و برادکست آدرس شبکه‌ای که آدرس آی پی 80.32.51.60 در آن وجود دارد رو پیدا کنیم. ابتدا میبینیم کلاس این آدرس چیه. این کلاس کلاس A. پس من میتونم بگم که قسمت اکتت اول نتورک قرار میگیره، 3 اکتت بعدی توی هاست قرار میگیره. حالا وقتی میخوام با این آدرس کار کنم، این رو میام به صورت باینری در میارم. وقتی اون آی پی رو باینری میکنم میبینیم این شکلی میشه که پایین هست. زمانی که میخوام نت آی دی رو به دست بیارم، میام قسمت نتورک رو دست نمیزنم، تمام بیت های مربوط به هاست رو صفر میکنم، بعد این رو به دسیمال برمیگردونم. پس دقیقا نت آی دی یا نتورک آی دی شبکه ما میشه 80.00.0. وقتی میخوام آدرس برادکست رو به دست بیارم، آدرس نتورک رو دست نمیزنم، تمام بیت های مربوط به هاست رو یک میکنم. پس برادکست آدرس من میشه 80.255.255.255. دقت داشته باشیم که این دوتا آدرس آدرسایی که من نمیتونم به عنوان آدرس معتبر به کلاینتام اساین بکنم، به هاستام نمیتونم این آدرس ها رو بدم. سوال بعدی میگه شبکه‌ای که آدرس آی پی 201.202.40 در آن وجود دارد را تحلیل کنید. زمانی که یک سوال از من میپرسه تحلیل کنید، منظورش اینه که مشخص کنید که این آدرس شما کلاسش چیه، نتورک آی دی شو به دست بیارین، برادکست آدرسش رو به دست بیارین. اولین آدرس قابل استفاده چرا مهمه؟ چون میدونم نتورک آیدی اولین آدرس قابل استفاده من نیست. آخرین آدرس قابل استفاده که میدونم برادکست نمیتونه باشه. و تعداد آدرسی که تو این شبکه وجود داره رو به دست بیاریم، یکی یکی اینا رو حل بکنیم. ابتدا میبینم کلاس این آدرس چیه. این آدرس یه آدرس از کلاس C. پس سه تا اکتت 201 202 32 میفته برای نتورک و هاستش 40. خب ابتدا این رو میام به باینری تبدیل میکنیم، به یه همچین شکلی در میاد. زمانی که میخوام نتورک آیدی رو به دست بیارم، گفتیم قسمت نتورک رو دست نمیزنیم، قسمت هاست تمام بیتاش رو صفر میکنیم. پس در واقع نتورک آیدی شبکه ما میشه 201 202 32 0. حالا زمانی که پس تو شکل میبینیم کلاس این دوتا مقدار الان در اومد، کلاسش رو در آوردیم، نتایجش رو هم در آوردیم. حالا زمانی که میخوام آدرس برادکست رو به دست بیارم،
گفتم قسمت نتورک رو دست نمیزنم، تمام بیت های مربوط به هاست رو یک میکنم، پس آدرس برادکست من میشه 201 202 32 255. به عبارتی تونستم برادکست رو هم حساب کنم. خب میدونیم نت آیدی شروع شبکه است، ولی چون باز هم میدونیم که نت آیدی رو نمیتونیم به عنوان آدرس معتبر به یک کلاینت اساین کنیم، اولین آدرس قابل استفاده تو شبکه ما میشه یه بیت بالاتر از نتورک آیدی. یعنی به عبارت این، وقتی نتورک آیدی من تمام این قسمت صفر بود، یه بیت بالاش میشه این عدد. وقتی تبدیلش میکنیم به دسیمال، اولین آدرس قابل استفاده من میشه 201 202 32 1. پس به باید تونستم این رو هم حساب کنم. آخرین آدرس آی پی رو وقتی میخوایم حساب کنیم، میگیم در نهایت برادکست آدرس آخرین قسمته، ولی چون نمیتونم اون رو استفاده کنم، وقتی این تمام یکه، من یه بیت کمتر از برادکست آدرس میشه آخرین آدرس قابل استفاده من. یعنی به عبارت 201 202 32 254 آخرین آدرس قابل استفاده من هست. بریم سراغ این که ببینیم تعداد آدرس آی پی قابل استفاده تو این شبکه چقدر هست. اینجا رو نگاه کنید، قبول دارید که تعداد آدرس آی پی قابل استفاده شبکه من به تعداد بیت هایی که تو قسمت هاست وجود داره رب پیدا میکنید؟ من هر چقدر هاستم بزرگتر میشه، تعداد آدرس هم بیشتر میشه. برای اینکه این قسمت از مسئله رو حل بکنیم، میایم دو رو به توان تعداد بیت های هاست میرسونیم، درست؟ این ظرفیتی که من تو قسمت هاست دارم از دو کم میکنیم. چرا؟ چون نتورک آیدی و برادکست آدرس رو نمیخوایم به عنوان آدرس معتبر استفاده کنیم. پس با این حساب تعداد آدرسی که من میتونم تو این شبکه استفاده کنم 254 هست. بریم سراغ یه مفهومی به اسم سابنت ماسک. اون چیزی که تا الان یاد گرفتیم، اگه حساب کنیم که مطلب جدیدی بود، بحث سابنت ماسک مطلب جدیدی نیست. یعنی به عبارتی میخوام بهتون بگم که من دیدم که برای اینکه ببینم دوتا آدرس توی شبکه هستن یا نیستن، اول مشخص کردم که کدوم قسمتش میفته تو قسمت نتورک، کدوم قسمتش میفته تو قسمت هاست. بعد اومدم این قسمت رو مقایسه کردم ببینم با هم برابر هستن یا نیستن. سابنت ماسک مفهوم جدیدی برای من فعلا نمیاره، برای اینکه من تمام مسائل سابنتیکم با پیدا کردن این خط حساب میشه، خطی که مشخص میکنه قسمت نتورک از هاست کجا جدا میشه. سابنت ماسک همین رو میخواد به نشون بده. یعنی به عبارتی مسائلی که الان من میخوام حل بکنم رو بدون استفاده از سابنت ماسک هم میتونیم حل بکنیم، ولی میخوایم ببینیم خود یه دستگاه کامپیوتر چطوری میفهمه که این دوتا توی شبکه هستن یا نیستن. من برای اینکه موضوع رو باز بکنم اینطوری عنوان میکنم که اومدن برای هر کلاسی یه سابنت ماسک در نظر گرفتن. پس سابنت ماسک یه مفهومیه که کنار آدرس آی پی میاد، به آدرس آی پی ربط نداره. این سابنت ماسک به آدرس آی پی میچسبه و بیانگر این میشه که این آدرس آی پی تا کدوم اوکتل، تا کدوم بیتش داره نشون میده که نتورکه و از کجا به بعد داره هاست رو مشخص میکنه. برای اینکه به سابنت ماسک برسیم، کاری که باید بکنیم اینه که تمام بیت های نتورک رو یک کنیم، تمام بیت های هاست رو صفر کنیم. برای کلاس A اگه من بخوام سابنت ماسک ایجاد بکنم، تمام بیت های اوکتت اول رو یک میکنم، بقیه رو صفر. یعنی به عبارت سابنت ماسک کلاس A میشه 255 0 0 0. توی کلاس B اگه دو تا اوکتت رو همه بیتاشو یک بکنم و بقیه صفر، سابنت ماسک این کلاس میشه 255 255 0 0. توی کلاس C سه اوکتت رو یک میکنیم و یه اوکتت هاست رو صفر نگه میداریم، یعنی 3 تا 255 یک صفر میشه آدرس سابنت ماسک. خب با یه عملی به اسم بولین اند آشنا بشیم. یه چیزی شبیه ضرب ریاضی میتونید فرض کنید. یعنی یک اند صفر حاصل میشه صفر، صفر اند یک حاصل میشه صفر، صفر اند صفر حاصل میشه صفر، یک اند یک حاصل میشه یک. زمانی که کامپیوتر میخواد بیاد ببینه دوتا آدرس توی شبکه هستن نیستن، در واقع یه آدرس آی پی یکی با سابنت ماسک یکی میاد، قراره با آدرس آی پی دو با سابنت ماسک دو مقایسه بشه. میاد چیکار میکنه؟ سابنت ماسک یک رو اند میکنه تو آی پی آدرس یک، حاصل میشه ریزالت یک.
سابنت ماسک دو رو اند میکنه تو آی پی ادرس دو، حاصل میشه ریزالت دو. حالا این دوتا ریزالت رو با هم مقایسه میکنه، اگه این دوتا حاصل با هم برابر بشه نتیجه میگیره که این دوتا آدرس تو یک شبکه، ولی اگه این دوتا با هم برابر نشه به این نتیجه میرسه که اینا عضو شبکه نیستند. یک مثال با این حالت با هم حل کنیم. میگه آیا آدرس های 80.23.45.2 و 80.24.35.1 در یک شبکه هن؟ ما اینو قبلا بدون سابنت ماسک هم حل کردیم، حالا میخوایم ببینیم کامپیوتر چجوری این کارو میکنه. میاد میگه 80.23.45.2 کلاس A، سابنت ماسک کلاس A 255.0.0.0. میاد این رو اند میکنه در سابنت ماسکش، حاصل میشه ریزالت 1. یعنی به عبارتی این آدرس باینری وقتی اند میشه داخل این آدرس سابنت ماسک، این میشه حاصل ریزالت یک ما. اینو یه گوشه نگه می‌داریم. بیایم سراغ بعدی، 80.24.35.1 رو کلاسش رو میگه A. پس میاد سابنت ماسک کلاس A کسی 255 3 تا 0 رو می‌بیسه، بعد این رو اند میکنه داخل سابنت ماسکش برای ریزالت 2. یعنی این آدرس اند میشه در این آدرس سابنت ماسک، حاصل میشه این ریزالت. حالا میاد ریزالت 1 و ریزالت 2 رو با هم دیگه مقایسه میکنه. چون نتیجه این مقایسه نشون میده که این دو تا ریزالت با هم دیگه مساوی هستند، پس نتیجه گیری میکنه این دو تا آدرس توی یک شبکه هستند. خب من قبل از که وارد اسلاید بعدی بشم یه چیزی در مورد صحبت بکنم، چند تا نکته بهتون بگم. ابتدا ما دستبندی IP بین پرایوت و پابلیک چیزی که الان هست رو نداشتیم. یعنی اینکه من یه مجموعه آدرس IP داشتم که از 0 تا 255 این کل دارایی های ما از آدرس های IP بود. خب این آدرس ها نباید دوپلیکیت بده. یعنی باید چه اتفاقی بیفته؟ باید این آدرس یونیک باشه. سطح گلوبال فکر کنید، یعنی فرض کنید من میخوام با آدرس یاهو ارتباط برقرار کنم. این اتفاقی که این وسط میفته، یه سازمان هایی آیکن و یانا، فکر میکنم دوتا اندره، یه سازمان هایی مسئول این میشن که چیکار کنن؟ مراقب این باشن که این آدرس ها دوپلیکیت نده. این یه نکته. نکته دوم، تو سطح اینترنت فرض کنید من چندین روتر و مسیریاب دارم که اینا به هم دیگه وصلن. من اگه اومدم مثلا یه آدرس IP نتورکی رو اینجا گذاشتم و یه نتورک دیگه ای رو اینجا گذاشتم، علاوه بر اینکه نباید مواظب باشن این دو تا با هم دیگه دوپلیکیت نداشته باشه، باید مسیرهاش رو روی تمام این روترها تو جدول روتینگشون اضافه کنن. خب به همین دلیل آدرس هایی که ما میگرفتیم هزینه داشت. یعنی ما بابت یه بلاک آدرس که دریافت میکردیم هزینه پرداخت میکردیم، ولی دیدیم که حتی من اگه بخوام تو یه ساختمون بدون اینکه ارتباطی تو با این شبکه بخوام داشته باشم، بخوام بیام چندین سویچ بذارم و چندین روتر بذارم و کامپیوترامو قرار بدم، من احتیاج به آدرس IP دارم. خب دو تا مشکل پیش میاد. یکی اینکه خب تعداد کسایی که آدرس IP میخوان کم نیستن، یعنی آدرس ها رو به اتمام میره. مشکل بعدی این بود که خب برای اینکه من توی کامپیوترهای خودم ارتباط برقرار کنم و سرورهای خودم ارتباط برقرار کنم، چرا باید هزینه پرداخت بکنم به جایی؟ برای همین اون موقع این دوتا سازمان اومدن یه بخشی از کل آدرس های IP رو جدا کردن، گفتن ما این آدرس ها رو دیگه کاری بهش نداریم، این در اختیار سازمان ها. یعنی من وقتی داخل سازمان میخوام آدرس دهی کنم، از این آدرس های خاص استفاده میکنم. در عوض اتفاقی که میفته چیه؟ مزیتش اینه که من دیگه توی سطح سازمانم برای اینکه ارتباط های داخلی برقرار کنم نیازمند به جاهای مثل آیکن یانا نیستم. ولی عیبش چیه؟ بعدن دیدیم که ما خب حالا میخوایم بریم توی اینترنت، درست؟ پس این آدرس های این آدرس ها آدرس هایی که تو اینترنت قابلیت مسیریابی داشته باشن نیستن. اون موقع اومدن به این رنج آدرس ها گفتن آدرس های پرایویت. سایر آدرس ها که باقی موند و تو اینترنت مسیر میشن با اسم آدرس های پابلیک شناخته شدن.
آدرس های پرایوت ممکنه به اسم آدرس های آن رجیسترد و پابلیک ها رو به اسم رجیسترد بشناسین و گاهی هم به آدرس های پابلیک ولید و به این آدرس های پرایوت این ولید میگن. خب با این توضیحاتی که دادم بریم در مورد آدرس های آی پی پرایوت بیشتر بدونیم. اومدن توی کلاس A رنج 10000 با سابنت 255.255.255.000 رو جدا کردن. تو کلاس B از 172.16.00 تا 172.31.00 رو با اون سابنت مست جدا کردن و توی کلاس C عدد 192.168.00 و 3.255.000 رو با سابنت مسکش برای کلاس C در نظر گرفتن. بهتره من اینجا بذارم X برای اینکه این صفر میتونه از 1 تا 25 از 0 تا 255 تغییر کنه. به عبارتی من اگه بخوام یه مقایسه بکنم میبینیم که آدرس هایی که توی کلاس A هستن چون هاست بزرگتری دارن تعداد خیلی بیشتری آدرس هاست به من خواهند داد تا آدرس هایی که تو کلاس C هستن. یعنی من اینجا 254 تا میدونم آدرس دارم ولی بالا خیلی بیشتر. ولی در عوض من تو کلاس A فقط یه شبکه دارم، توی کلاس B از 172.16 تا 31 این مقدار شبکه دارم، 16 17 18 تا 31 و توی کلاس C از 0 تا 255 256 تا شبکه دارم. یعنی یه بالانسی باید باشه. میبینیم که هر چقدر من به تعداد بیشتری شبکه نیاز دارم، یعنی فرض کنید من یه سازمانی که فقط یه نتورک احتیاج دارم، میام از این کلاس استفاده میکنم. یه جایی هستم که به فرض 10 تا شعبه دارم، میخوام تو این 10 تا روتینگ داشته باشم، پس میام از آدرس های 172.16 استفاده میکنم. یا یک جای دیگه فرض کنید من تعداد برنچ هام زیاده، پس میام از آدرس های کلاس C استفاده میکنم که تا 256 تا برنچ هام بتونم آدرسه ای کنم. چند تا آدرس هم دیدیم وقتی داشتیم در مورد آدرس ها صحبت میکردیم، نمیدونم دقت کردید یا نه، ولی یک سری آدرس ها رو من اسم نبردم. 127.00 به عنوان آدرس های لوپ بک معرفی شدن، پس اینها هم من به عنوان آدرس آی پی رزرو شدن نمیام استفاده بکنم برای کلاینت ها. 224.00 تا 238 رو به عنوان آدرس های مالتی کست ازش اسم میبرن. در مورد آدرس های مالتی کست بعدن در مورد این که با خود مفاهیم مالتی کست آشنا شدیم بهتر میتونیم در مورد صحبت کنیم، ولی پیغام های گروهی که از نوع مالتی کست هستن رو به این آدرس ها اساین میکنن. 239.00 تا 254 اکسپریمنتاله، یعنی استفاده آزمایشگاهی و روی کلاینت ها ما استفاده ازش نمیکنیم، تو کلاس ها استفاده نمیشه. و خود شبکه 0 و 255 هم رزرو و استفاده نمیشه. ممکنه جایی ببینید که آدرس های مالتی کست رو به اسم کلاس دی ازش اسم میبرن و این رو از کلاس ای. این فقط یه بازی با کلمات، یعنی در واقع اون کلاس بندی که برای مشخص کردن خط نتورک از هاست برای ما اهمیت داره همون سه تا کلاسی که دیدیم، ولی اگه جایی هم اینا رو این شکل دیدیم تعجب نمی کنیم، از الان باهاش آشنایی خواهیم داشت. قبل از اینکه وارد مبحث سابنتینگ بشیم من چند اسلاید برمیگردم عقب. اونجا که داشتیم در مورد آدرس های پرایویت صحبت میکردیم گفتیم پس من اگه یه سازمانی باشم که تعداد شبکه ها برام، تعداد نتورک ها برام مهم نباشه، میتونم از آدرس کلاس A استفاده کنم که یه دونه نتورک به من میده ولی تعداد زیادی هاست به من میده. اگه سازمانی باشم که به فرض 20 تا شعبه دارم، این تعداد درخواست های من، تعداد نتورک های من بین 16 تا 31 همین تعداد نتورک کارم رو را بندازه، میتونم از آدرس کلاس B استفاده بکنم که با این که تعداد هاستش کمتر از تعداد هاست A هست باز هم تعداد قابل توجهی هست. و اگه جایی باشم که مثلا تعداد برنچ های بالایی داشته باشم، یه جایی مثل مثلا شعبه های بانک، بخوام بیام مثلا در مورد 200 تا شعبه صحبت کنم، میتونم بیام سراغ آدرس های کلاس C که به این تعداد، این 256 تا به من نتورک بده
ولی فرض کنید من دارم در مورد کجا صحبت می‌کنم، در مورد یه جای صحبت می‌کنم مثل مثلا تمامی نمایندگی های یه شرکت خودروساز، یعنی من دارم در مورد 2000 تا نمایندگی صحبت می‌کنم، کدوم یکی از این کلاس ها میتونه کار من انجام بده؟ همونطور که میبینید هیچ کدوم از این کلاس ها نمیتونه درخواست من رو جواب بده. اینجا جاییه که ما باید با مفهومی به اسم سابنتینگ آشنا بشیم. مفهوم سابنتینگ یعنی چی؟ یعنی که من بیام یه مجموعه بزرگی از آدرس ها رو مثل همون آدرس های دهی توی کلاس A در نظر بگیرم، بعد بیام بر اساس نیازم خودم تقسیم بندی بکنم شبکه هام رو. مفهوم سابنت یا همون سابنتورک منظور همون زیر شبکه هاست، یعنی من یک شبکه بزرگ دارم که اینو تقسیم به زیر شبکه های کوچیکتر میکنم. یه مثال بزنیم، فرض بکنید من تو همچین شکلی با همون فرض مثال اولمون که همه کسایی که فامیل یکسان دارن عضو یک خانواده‌ان، توی همچین شکلی من میدونم چون همه اینا قسمت نتورک یکسان دارن، پس چه اتفاقی افتاد؟ من دارم در مورد یه خانواده صحبت میکنم. حالا من فرض کنیم این کارو میکنم، قسمت این خطی که داره نتورک رو از هاست جدا میکنه رو هول میدم جلو، به طوری که این اتفاق میفته. توی این یکی شکل ببینید که با این حالت دیگه الان من یه خانواده ندارم، درسته؟ یعنی اومدم یه خانواده بزرگ رو به دوتا خانواده کوچیک تقسیمش کردم. چجوری این کار کردم؟ با افزایش فضای نتورک در نتیجه کاهش فضای هاست. همین کار رو ما توی آدرس های آی پی هم انجام میدیم. یعنی این که من میام با هل دادن اون خط نتورک، خط جدا کننده نتورک از هاست به جلو، پس یعنی در نتیجه کوچیک‌تر کردن فضای هاستم، اون بیت های جدیدی که از فضای هاست به دست میارم رو استفاده میکنم و شبکه‌های جدید میسازم. الان یکم که بهش فکر میکنین میبینید که مفهوم سابنت ماس اینجا داره خودشو نشون میده. الان دیگه چیزی نیستش که من به همین راحتی فقط با نگاه کردن به یک کلاس بتونم تشخیص بدم خط نتورک جدا کننده نتورک از هاست کجاست. اینجاست که سابنت ماس میاد که به من معرفیش بکنه. پس تا اینجاش با هم اتفاق نظر داره که من این خط رو میخوام هول بدم جلو، فضای هاستم رو کم بکنم، ولی چه تعداد؟ دو مدل مسئله حل میشه. میگه اگه تعداد سابنت های مورد نیاز مطرح بود، یعنی مثلا گفتن این شبکه رو طوری تقسیم کنید که ما مثلا 6 تا شبکه احتیاج داریم، بیاین از این فرمول استفاده کنید، 2 به توان n بزرگتر مساوی تعداد سابنت های مورد نیاز. یعنی به عبارتی میخوام بگم اگه من یه آدرس آی پی دارم، مثلا فرض کنم همینطوری میبینم 1 2 3 4 5 6 همینطوری چند تا، ممکن اشتباه هم گذاشته باشم توش، خیلی مهم نیست، همینطوری فقط میبینم برم جلو. فرض کنید من ابتدا نگاه میکنم میبینم خطم اینجاست، چون کلاس بی خطم اینجاست. حالا من میام این خط رو هول میدم جلو، به چه تعداد؟ به تعداد n. این n از کجا میاد؟ این n از اینجا میاد. این مثال اینطوری حل میشه. حالت بعدی پس میگیم این تعداد بیت هاییست که باید از سمت راست از هاست قرض بگیریم و به نتورک اضافه کنیم. حالت بعدی زمانی که حداقل آی پی آی قابل استفاده مورد نظر ماه، یعنی مثلا سازمان به ما میگه که من نمیدونم چند تا سابنت لازم دارم، ولی میدونم روز به روز دارم این تعداد افزایش میدم، ولی به فرض تو هر نمایندگی من 24 نفر آدم هست، یعنی حداقل آدرس آی پی تو هر کدوم از اون سابنت ها برای من انقدر و حد اکثر تعداد سابنتی که شما میتونید در بیارید من احتیاج دارم. تو این حالت از این فرمول استفاده میکنیم. فقط یه نکته ای داره، دوباره من یه همچین شکلی میکشم، اگه فرض کنید مثلا خطم اینجا بوده، من میخوام اینو هول بدم جلو. چقدر هول بدم جلو؟ من الان در مورد H دارم صحبت میکنم. ما میدونیم حداقل تعداد آدرس های ما به تعداد بیت های تو سمت هاست رب پیدا میکنه. پس من از طریق این فرمول که منهای دو هم برمیگره به اون دوتا آدرس نت آی دی و برودکست آدرس، میفهمم که من حداقل به چه تعداد مثلا انقدر هاست نیاز دارم. حالا از روی این n رو حساب میکنم، میفهمم من باید چه تعداد هول بدم جلو تا به حداقل اینقدر هاست برسم. پس h تعداد بیت هایی میشه که از سمت چپ هاست میشماریم تا تعداد بیت های n مون به دست بیاد. تو دو تا مثال رو باز میکنیم،
مثال اول میگه شبکه 10.0.0.0 متعلق به سازمان ما میباشد، میخواهیم آن را طوری تقسیم کنیم که 5 شبکه مجزا به ما بدهد. خب این 5 شبکه داره نشون میده که من تعداد سابنت ها برام اهمیت داره. میایم میگیم کلاس A، پس خط جدا کننده نتورک از هاست من اینجاست که من قراره هولش بدم جلو. چه مقدار هولش بدم جلو؟ میام میگم 2 به توان n باید بزرگتر مساوی 5 باشه که از من خواسته بودن. nمون باید 3 باشه. پس من باید این رو 3 تا هول بدم جلو. درست؟ یعنی خطمو بیارم اینجا. به این صورت. حالا این 3 تا بیت جدیدی که به دست آوردم بیت هاییه که به من کمک میکنه شبکه های جدید بسازم. فقط قبل از اینکه کارم به اونجا برسه باید یه چیز جدید رو محاسبه کنم، سابنت ماسک جدید، چون دیگه سابنت ماسک الان سابنت ماسک من مثل قبل نیست. چجوری اینو حساب میکنم؟ یاد گرفته بودیم، گفتیم تمام بیت های نتورک رو 1 میکنیم، تمام بیت های هاست رو 0 میکنیم. به عبارتی میگیم سابنت ماسک جدید ما میشه 255 224 0 0. این رو طور دیگه هم میتونیم نمایش بدیم، چون دقیقاً سابنت ماسک کاری که میخواد برام بکنه چیه؟ اینه که میخواد نشون بده این خط کجاست. من میتونم این رو به این صورت هم مشخص کنم /n /11، یعنی من 11 بیت وقتی میشمارم از اینجا 8 9 10 11 11 بیتم نتورکه، بقیه بیتام هاسته. حالا میام چیکار میکنیم؟ با بازی با این سه تا بیت جدید که به دست آوردیم تمام حالتایی که ممکنه به دست بیاد رو حساب میکنیم. همونطور که میبینید اینا دیگه قسمت نتورک یکسانی دیگه ندارند، درست؟ پس هر کدوم یه شبکه مجزاست. همین رو به دسیمال برمیگردونیم، یعنی من 10.0.0.0 اسلش چند اسلش 8 وقتی کلاس A اسلش 8 رو تبدیل کردم به 10.0.0 اسلش 11 10.32.0.0 اسلش 11 و بقیه شون. به عنوان مثال یکی از شبکه ها رو با هم آنالیز میکنیم، 10.64.0.0 اسلش 11 رو تحلیل کنید. میایم میگیم اولین کاری که میخوایم بکنیم نت آیدی. این خودش نت آیدی هست، چون تمام بیت های هاست صفره، پس نت آیدی شبکه من همون 10.64.0.0ه. بعد میایم چیکار میکنیم؟ آدرس برادکست تمام بیت های قسمت هاست رو 1 میکنیم. 10.95 255 255 میشه چی؟ میشه آدرس برادکست هم. دقت بکنید که الان من وقتی دارم این رو دسیمال میکنم دارم مجموعه این رو تبدیل میکنم به دسیمال. اولین آدرس میشه یه دونه بالای نت آیدی، یعنی به عبارتی 10.64.0.1 میشه اولین آدرس قابل استفاده من و آخرین آدرس میشه یه دونه زیر برادکست، یعنی 10.95.255.254 آخرین آدرسی که میتونم تو اون شبکه آدرسی کنم، چون آدرس 255.255 شد برادکست من. حالا میخوام ببینم چه تعداد آدرس IP تو این شبکه وجود داره. کافی بیام 2 رو به توان تعداد بیت های هاست بکنم و از 2 کم بکنم، یعنی 2 میلیون خورده ما آدرس IP توی این شبکه همچنان آزاد داریم. پس تونستیم کل شبکه‌مون رو تحلیل کنیم. یک مثال دیگه حل میکنیم از حالتی که از فرمول دوم میخوایم بریم جلو. میگه شبکه 172.16.0.0 را طوری سابنت کنید که در هر شبکه جدید 300 آدرس IP قابل استفاده وجود داشته باشد. الان دیگه تعداد سابنت مهم نیست، حتی اکثر تعداد سابنتی که میتونید به من بدید، ولی تو هر کدومش دیگه کمتر از 300 آدرس من نمیخوام داشته باشم. کلاس رو حساب میکنیم، کلاس B، یعنی خط من الان توی آخر اوکتت دوم قرار میگیره. میخوام ببینم اینو چقدر هول بدم جلو. میگم 2 به توان HMN های 2 رو میخوام بزرگتر از مساوی 300 بذارم، پس H هم میشه 9. پس من هر چقدر این خط رو هول میدم جلو باید طوری باشه که 9 بیت تو هاست برای من باقی بمونه. نتیجه یعنی N7، یعنی من اگه از اینجا بشمارم این 8 بیت و این یه دونه، پس من انقدر رو برای هاست میخوام. بعد از این طرف که بشمارم N هم میشه 7. به این صورت میریم جلو. خب
اولین کاری که گفتیم انجام میدیم اینه که سابنت ماسک جدید رو میخوایم حساب بکنیم. برای این کار تمام بیت های نتورک رو یک میکنیم، تمام بیت های هاست رو صفر میکنیم. باز گفتم یادتون نره که ما مجموع این اوکتت رو داریم به دسیمال تبدیل میکنیم. پس 255 255 254 صفر میشه سابنت ماسک جدیدمون، یا میتونیم اینو بگیم /23، یعنی تعداد 23 تا 1 تو قسمت نتورکمون داریم میبینیم. 23 بیت اول آی پیم نتورک منه و بقیهش هاسته. حالا کاری که میکنیم با تمام حالتهایی که ممکنه بیت های جدید به ما بدن بازی میکنیم. اون چیزی که میبینید دیگه مثل سری قبل کم نیست، یعنی این روال ادامه پیدا میکنه. همین رو میایم دسیمالش رو میبیسیم، 170.16.00/16 رو تبدیل کردیم به 170.16.00/23، 170.16.2.0/23، 4.0، 6.0 و همینطوری داره میره بالا. یه نکته هم بهتون بگم، گاهی اوقات ممکنه تو بعضی از کتابا ببینید که سابنت اون نتورک ابتدایی و اون نتورک انتهایی رو به عنوان نتورک قابل استفاده نمی‌کنن. چرا استفاده نمی‌کنن؟ وقتی من دارم دو تا رو از هاست کم می‌کنم منطق داره، چون دارم در مورد نت آی دی صحبت می‌کنم و دارم در مورد برادکست ادرس صحبت میکنم. توی شبکه این چه معنی میتونه داشته باشه؟ میگم ما سابنت اول رو حذف میکنیم به خاطر اینکه این 170.16.0/23 با سابنت /16 قبل از سابنت شدنش نت آیدیاشون یکیه و ممکنه به اشتباه بندازه. آخری هم حذف میکنیم چون برادکست ادرسش با برادکست ادرس همین شبکه قبل از سابنت شدن یکی میشه. البته این نکته توی سیسکو خیلی تاکیدش لزومی نداره، برای اینکه ما توی روتر هامون یه دستوری داریم به اسم IP سابنت 0 که با ترکیبش با IP کلاسلس باعث میشه که ما هر دو تا سابنت رو هم بتونیم استفاده بکنیم. به عنوان مثال میام یکی از این شبکه ها رو آنالیز می‌کنیم، 172.16.0/23 رو آنالیز می‌کنیم. نت آیدی شبکه همون میشه چون تمام بیتاش صفره، یعنی 170.16.2.0 میشه نت آیدی من. برادکستش میشه چی؟ تمام بیتاش یک میکنیم، یادمون نمیره که این رو اشتباه تبدیل نکنیم. 170.16.3.255 میشه آدرس برادکست من، اولین آدرس میشه یه دونه بالای نت آیدی. 172.16.2.1 میشه اولین آدرس، آخرین آدرس میشه یکی زیر برادکست، یعنی 172.16.3.254 میشه آخرین آدرس من. تعداد آدرسی که میتونم استفاده کنم میشه 2 به توان تعداد بیت های هاستمن های 2 میشه 510 تا، که ما حداقل 300 تا احتیاج داشتیم، یعنی تونستیم رو تحلیل کنیم. من برمیگردم عقب یه نکته رو بهتون بگم که شاید باعث بیشتر بشین روی این مباحث تمرین کنید. خیلی از این صحبت هایی که داریم در موردش حرف میزنیم واقعا نیاز به تمرین داره. یه مثال میزنم، همونطور که میبینید من همین جا میتونم یه سری تحلیل ها رو ذهنی انجام بدم. یعنی وقتی اولین شبکه من بگه مقب تک اینم بدش من جا خوبه 172.16.0.0 اگه این نت آیدیش باشه، به نظرتون آدرس برادکستش چیه؟ چون شبکه بعدی من 2.0ه، آدرس برادکست من میشه یه دونه قبل از نت آیدی دومم. یعنی در واقع شبکه ها اینطوری میره جلو، نت آیدی شبکه اول، اولین آدرسش، آدرساش، آخرین آدرسش، برادکستش، نت آیدی شبکه دوم. پس من رو نت آیدی شبکه دوم میتونم ببینم برادکست شبکه قبلیم چنده. همینجا میتونم بفهم که 172.16.1.255 میشه برادکست شبکه قبلم. یه نکته رو دقت کنید، الان اگه من همین شبکه رو در نظر بگیرم با فرض اینکه از 172.16.0.0 تا 172.16.1.255 آدرس های من ادامه داره،
به من بگید که آدرس 172.16.0.255 چه آدرسیه. همونطور که میبینید این آدرس با اینکه آخرش 255 ولی چون تو رنج این شبکه است، این یه آدرس آی پی معتبره. یا حتی برای اینکه یکم بیشتر براتون جالب باشه به این آدرس دقت کنید: 172.16.1.0. آدرس 172.16.1.0 هم داخل این رنج هست. پس حتی من 1.0 رو هم میتونم به عنوان آدرس آی پی معتبر قرار بگیرم، این نت آی دی حساب نمیشه. اینو دقت کنید پس حتما، یعنی من با بازی با مفهوم ساب نت ماسک تونستم زمانی که 172.16.1.0 اگر /24 باشه، یعنی خط نتورک من اینجا باشه، عملا این تبدیل میشه به یک نت آی دی. ولی همین وقتی 172.16.1.0 وقتی /23 دارم نگاش میکنم، چون قسمتی از این یک اینورم میفته اینجا، پس عملا دیگه این نت آی دی نیست، یه آدرس آی پی قابل استفاده است. این یه مثالیه که در واقع وقتی نگاش میکنیم یکم ترسناکه، ولی در کل نگرانی نداره. به خاطر اینکه اولا یه چیز قبلش بهتون بگم، مثلا فرض بکنید من میتونم به شما یه همچین مسئله بدم، بگم 192.168.1.0 را /24، یعنی نتورک هم اینجاست، طوری سابنت کنید که تو هر شبکه به من 2000 آدرس آی پی قابل استفاده بده. قاطعا نه، به خاطر که من کل قسمت هاستی که برام وجود داره 256 تا میتونه باشه، من نمیتونم اینو طوری تقسیم کنم که به من انقدر آدرس بده. یعنی هر مسئله قابل حل نیست. معمولا مسئله هایی که اینطوری بهتون میدن یک سری حل شده و بعد برگشته. پس واسه همین ما اینا رو وقتی به چشم داراییامون تو سازمان نگاه میکنیم، اون چیزی که داریم رو میتونیم ازش استفاده بکنیم، نه چیزی فراتر از اون رو. همونطور که میبینید الان آدرس 13.13.13.0/24 را میخواهیم. همین الان 13 کلاس A. وقتی /24 صحبت میکنیم یعنی آدرس خودش یک بار سابنت شده، پس من محدودیت ندارم، میتونم اینو مجدد یاد سابنت شده رو میتونم دوباره سابنت کنیم. میخواد ما اینو طوری تقسیم کنیم به 4 شبکه که تو شبکه اول 126 آدرس قابل استفاده، شبکه دوم 62، سوم 14 و در ادامه دو تا آدرس. همینطور که نگاه میکنیم اولین چیزی که من میبینم /24 به من 255 تا میخواد حدودا آدرس بده. پس وقتی میگه شبکه اول 126 آدرس داشته باشه، یعنی انگار در واقع اومده یک کل شبکه 255 تقسیم به دو کرده، بعد یکیش رو برای شبکه اول برداشته، انقدر براش باقی مونده. حالا میخواد کاری بکنه که این حدوداً 125 تا بیاد، چه اتفاقی بیفته؟ دو تا شبکه 62 تایی بده. پس احتمالاً این رو هم وسط نصف کرده، یکیش رو برای جواب برداشته، 62 تا حدوداً آدرس براش باقی مونده. حالا این رو میخواد کاری بکنه 14 تا آدرس بده. پس یعنی احتمالاً این اومده دوباره تقسیم بر 4 کرده، یکیشو استفاده کرده، بقیه رو نگه داشته و همینطوری میره جلو. یعنی میخوام بگم اون ظاهر مسئله یکم پیچیده است، ولی در وقتی میخواین حلش بکنید خیلی ساده میشه. ما به ترتیب از بزرگ به کوچیک مسئله رو با هم حل میکنیم. یعنی ابتدا شبکه رو طوری سابنت میکنیم که ما 126 آدرس آی پی قابل استفاده بده. دو به توان اچ من های دو بزرگتر مساوی 126 باید باشه. یعنی چون من توی قسمت هاستم به 7 بیت احتیاج دارم، پس بنابراین از 24 ان من میشه 1. پس ساب نت ماسک جدید من میشه /25. یعنی به عبارتی من با هل دادن این 1 بیت میتونم با این بیت بازی کنم، یعنی با 0 یا 1 کردن میتونم دوتا آدرس ازش در بیارم. تغییراتش رو وقتی بخوایم بررسی بکنیم میگیم 13.13.13.0 یه شبکه، 13.13.13.1 یه شبکه. وقتی این رو دسیمال کنیم، یعنی من شبکه رو تقسیم کردم به یه 13.13.13.0/25 و یه 13.13.13.128/25. حالا من یکی از اینا رو نگه می‌دارم، اولیه رو برای
جواب مسئله میذارم، دومیه رو دوباره سابمیت میکنم، پس فقط مسئله من عوض شد صورتش. حالا شبکه 13.13.13.128/25 را طوری سابمیت میکنیم که ما 62 تا آدرس آی پی قابل استفاده بده. میگیم 2 به توان H منهای 2 بزرگتر مساوی 62. من 6 تا بیت توی هاست میخوام، پس N من میشه 2. فرق نمیکنه، من اینو همچنان دارم از 24 میگم، در واقع بخوام به اولی نگاه بکنم N من میشه 1، ولی الان از 25 میشه 1 و 24 میشه 2. نکته این قسمتش نیست، نکته این فهمش تو قسمت اون هاستیه که من تعداد 6 بهش احتیاج دارم، تعداد بیت 6 تو هاست. یعنی سابنت ماسک جدیدن میشه /26. چجوری دقیقا این حالت؟ یعنی من چون 6 بیت اینجا لازم دارم، الان باید یه بیت دیگه این رو هول بدم جلو، درست؟ پس میام چیکار میکنم؟ الان تغییرات این قسمت رو نگاه میکنم، این میتونه 0 باشه، میتونه 1 باشه. یعنی شبکه‌های جدید من میشه 13.13.13.128/26 و 13.13.13.192/26. این شبکه رو یکیش رو به عنوان جواب مثال نگه میداریم و بعدی رو مجدد میخوایم سابنت کنیم. در ادامه با صورت مسئله ما تغییر میکنه، میگه شبکه 13.13.13.192/26 را طوری سابنت کنید که ما 14 آدرس آی پی قابل استفاده بده. میایم میگیم 2 به توان H منهای 2 بزرگتر مساوی 14، پس من 4 تا بیت تو هاست میخوام، N من 4. دقت کنید، باز دارم میگم N از 24 4، فرق نمیکنه. الان اگه بخوام از 26 نگاه کنم N من 2. باز میگم نکته تو اون H 4 منه، پس سابنت ماسک جدید ما میشه /28. یعنی این 2 بیت جدیدی که به من اضافه میشه، دقت کنید این چیزی که قبلا داشتیم سابنتش میکردیم الان دیگه فیکس تو نتورک مونده. تغییراتش که حساب بکنیم به من 4 تا شبکه خواهد داد، یعنی به عبارتی 192/28، 208/28، 224/28 و 240/28. خب حالا پس من یکی از اینا جواب سوال منه، یکی دیگر رو میخوام باز بگیرم سابنت کنم، دو تا دیگه بیکار میمونه، شاید بعدم بخوایم ازش استفاده بکنیم. 192 رو نگه داشته و 208 رو داره برای آخرین شبکه سابنت میکنه. سوال میگه شبکه 13.13.13.208/28 رو طوری سابنت کنید که به ما 2 آدرس آی پی قابل استفاده بده. چون 2 به توان H منهای 2 بزرگتر مساوی 2، پس من 2 بیت توی هاستم احتیاج دارم، یعنی اگه از 24 بخوام بیام جلو باید اینا 6 بیت هول بدم جلو. سابنت ماسک جدید ما میشه /C، یعنی همچنانتی من با این 2 بیت جدید دارم باز بازی میکنم. چطوری تغییرات رو حساب میکنیم؟ 4 تا شبکه جدید به من میده، 208، 212، 216 و 220، همه /C. 13.13.13.220 برای شبکه 4 نگه داشته میشه و مابقیش هم فعلا بیکار میمونه. روی این شکل کاملا قضیه باز میشه، یعنی اینکه من شبکه 13.13.13 ای داشتم، این سمت از 1 تا 254 تغییر میکرده، اومدم اول تقسیمش کردم به دو تا شبکه، از 1 تا 126 تو شبکه /25، شبکه /25 بعدی رو باز تقسیم کردم به دو تا، یکی از 129 تا 190 /26، اون مابقی تقسیم شد به 4 تا شبکه، یکیش /28 موند برای جواب سوال، دو تاش بیکار موند، یه شبکه‌شو گرفتیم مجدد سابنت کردیم. این شبکه خودش وقتی به 4 تا شبکه تقسیم میشه، من یه /30 رو نگه داشتم و از اون طرف اینا مونده. یه نکته بهتون بگم، توی این بحث معمولا این صحبت رو به اسم VLSM هم میبینید، Variable Length Subnet Mask، که این در برابر کلمه SLSM قرار میگیره، Single Length Subnet Mask. من دیدم خیلی تو حتی سطوح بالاتر اینا رو اشتباه میگیرم با مفاهیم کلاس فول و کلاس لس. برای اینکه اینو باز کنم، توی شبکه‌ای که
کلاس فوله، یعنی دقیقا از سابنت های کلاس فول استفاده میشه. اگه 10 استفاده میکنیم /8 میذاریم، اگه 172.16 /16 میذاریم، اگه 192.68 /24 میذاریم. این یعنی کلاس فول و کلاس لس بودنش. اگه من شبکه 10 رو /24 ببینم میدونم این شبکه طراحی کلاس لس داره. ولی VLSM و SLSM اینو نمیگه. VLSM و SLSM میگه که من اومدم شبکه 13 رو، یا اصلا اینطوری بذارم که کمی بازتر بکنم، 192.168.1.0/24 این یه نتورک من تو سازمانم دارم، 172.16.1.0/16 یه نتورک دیگه دارم، 10.0.0.0/8 یه نتو، این یه سازمانه. یه سازمان دیگه اومده چیکار کرده؟ مثلا 10.10.10.10.11.0 و 10.10.12.0 رو آدرس دهی کرده، همه رو هم /24 گذاشته. میدونیم که طراحی این سازمان کلاس فوله و طراحی این سازمان کلاس لسه. منتهی مرتب دقت کنیم، این شبکه SLSM، این شبکه VLSM. چون تو سازمان من طولهای متغیری از سابنت دارم، ولی این سمت با اینکه کلاس لسه چون طولهای ثابتی از سابنت تو شبکه‌ام داره استفاده میشه، شبکه من رو به عنوان یه شبکه SLSM معرفی میکنه. مفهوم سوپرنتینگ یه مفهومی که در مقابل سابنتینگ قرار میگیره. به عبارتی من میخوام تعدادی آدرس ها رو ببرمش تحت قالب یه آدرس. تو قسمت سابنتینگ میومدم یه آدرس رو تقسیم میکنم به آدرس های کوچیکتر، حالا میخوام چند آدرس کوچیکتر رو تقسیم کنم به آدرس شبکه بزرگتر. مثال میگه آدرس IP به دست آورید که نمایانگر 4 شبکه زیر باشه. کاری که باید بکنیم توی همچین مثال هایی، اول از همه من میام اینا رو به صورت باینری میبیسم. بعد میدونم که چون قراره من این خط رو الان به این سمت برش گردونم، باید ببینم تا کجا میتونم به این سمت برگردونم، تا اونجایی که اینها با همدیگه اشتراک داشته باشن. الان تو این شکل میبینیم که این 4 شبکه تو اون 9 بیت اول با هم مشترکن، پس من میتونم این خط رو هول بدم بیارمش اینجا. حالا که این کار کردم، سابنت ماسک جدیدم رو حساب بکنم، میشه /9 یا 255.128.0. نتورک آیدی من میشه این، همش 0 10.128.0. به عبارتی اومدم چیکار کردم؟ این 4 تا شبکه رو تحت قالب این نشونش دادم. حالا بعدا ما تو بحث‌های روتی نگاه میکنیم که این کجا برای من کاربرد داره. یه چیزی به اسم مانوال سامریزیشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید من یه روتر اینجا دارم، یه روترم اینجا دارم، این روترم وصل به این 4 تا شبکه‌ای که این پایین هست. من برای این روترم باید برای تک تک این 4 تا مسیر بنویسم. خب این باعث میشه جدول روتینگ من حجمش زیاد بشه. من میتونم به جای اینکه به این تک تک بگم برای این نتورک برو به اون مسیر، برای این نتورک برو به اون مسیر، برای این نتورک برو و برای این، مستقیما بگم برای این نتورک اگه خواستی بری برو به این مسیر. به این میگیم حالت مانوال سامریزیشن، که یکی از کارهایی که میکنه کوچیک کردن جدول های روتینگ و در نتیجه بهینه کردن سرعت روتینگمونه.